بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه تلارسانی معیارجل. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های در شهر در خدمتتون هستیم. مهمان امروز برنامه در شهر جناب آقای دیده‌ور شهردار شهر ایران شهر هستش و امروز در استودیوی پایگاه تلارسانی معیارجل حاضر شدن و پاسخگوی سوالات و مطالباتی که شما مردم و شهروندان عزیز برای ما ارسال کردید خواهند بود. خب همونطور که میبینید در خدمت آقای دیده‌ور هستیم، شهردار شهر ایران شهر، و به برنامه در شهر اومدن. آقای مهندس وقتتون بخیر، خوش آمدید. یک سلام علیکی در ابتدا با بینندگان ما داشته باشید، در ادامه در خدمتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه شما، شهروندان گرامی شهر ایران شهر. ما بریم سراغ اصل مطلب. سوال اول ما از شما اینه که خیلی از تماس‌های ما از سمت مردم منطقه سجاد شهر بود و مطالباتی که داشتن. سجاد شهر حال و روز خوبی نداره و متاسفانه زیرساخت‌هایی هم که ما بازدید کردیم از اون منطقه، زیرساخت‌های به شدت نامناسبی هستش و مردم هم با توجه به بافت جمعیتی تقریبا میشه گفت رو به رشدی که در اون منطقه هستن به شدت ناراحت و نگران هستند. بفرمایید که برنامه های شما برای منطقه سجاد شهر چی هست و چه اقداماتی رو میتونید انجام بدید که مشکلاتشون به کمترین حد ممکن برسه. منطقه سجاد شهر بیش از 15 سال شکل گرفته و فاقد هر گونه زیرساخت شهری هست، از جدول گذاری، فضای سبز، آسفالت و سایر خدماتی که از دستگاه های خدمات رسان سال شهرداری قرار بوده بگیره. ساکنین سجاد شهر عوارض پروانه های ساختمانی رو در سالهای گذشته پرداخت کردن ولی خدماتی دریافت نکردن. از منطقه سجاد شهر در چندین مرحله بازدید شده و نمایندگان مردم سجاد شهر جلساتی داشتیم در شهرداری، در محل خود سجاد شهر مسائل مشکلات عنوان شده. برنامه‌ریزی کردیم در بودجه سال 1401 و بخشی از آسفالت منطقه سجاد شهر رو برابر با اون بودجه‌ای که تعریف کردیم اجرا میشه. جدول گذاری و آسفالت، اجرای یک بخشی از پارک و فضای سبز رو داریم در منطقه سجاد شهر. با توجه این که بعد از چندین سال عقب افتادگی منطقه سجاد شهر که فاقد آسفالت و جدول گذاری و فضای سبز بوده، در حد توان و اعتباراتی که پیش بینی شده انشالله در سال 1401 یک سری اقدامات انجام میشه، ولی برای تسریع در این امورات نیاز به مشارکت شهروندان منطقه سجاد شهر رو داریم که این خواهش ازشون داریم که در پرداخت عوارض و بهای خدمات و خودیاری به شهرداری همکاری بیشتری رو داشته باشن. الان توی منطقه سجاد شهر گاز وجود داره شهردار؟ متاسفانه بخشی کوچیکی رو لوله گذاری گاز انجام شده ولی بخش بزرگی رو هنوز شرکت گاز فعالیتی انجام نداده. بعد مکاتباتی چه اقداماتی از سمت برحال شهرداری و شرکت گاز آیا صورت گرفته که این مانع هرچی سریع تر رفع بشه؟ بله، نشستی رو داشتیم با آقای مهندس پنجابی مدیر عامل شرکت گاز استان، قول همکاری رو دادم برای سال 1401. شهرداری هم اطلاعات فنی برکف رو به شرکت گاز میده که انشالله عملیات لوله گذاری رو انجام بدن و انشابات مربوطه. برای آسفالت مسیر دسترسی به فاز دو بافت بلوچ یه پروژه تعریف کردیم. پروژه آسفالت هست برای سال 1401 از محل غیر دریافتی که کاراش انجام شده، قراردادش منعقد شده، انشالله اجرا خواهد شد. هم مسیر دسترسی بافت بلوچ، هم منطقه سجاد شهر بلوار بلوچستان. منطقه زیبا شهر هم مشکلات خاص خودش رو داره که اصلا نمیخوام عنوان بکنم. خودتون بفرمایید برنامه هاتون برای اصلاح برحال مشکلاتی که در این منطقه هست و مردمی که برحال خیلی پیگیر بودن سر این ماجرا، چندین بار هم دعوت کردن ما رو که ما بریم اونجا و از مشکلاتشون گزارش بگیریم و در این مورد برای ما توضیح بدید. منطقه زیبا شهر واقعا مشکل داره. زیبا شهر هم بله، همونطور که شما اعلام کردین مشکلات خاص خودشو داره.
شهرداری برای اولین بار اقدام به احداث پارک فضای سبز محله زیباشهر رو انجام داد. سه پارک محله‌ای رو جدول گذاری کرد. یه پارک رو در هفته منابع طبیعی افتتاح کرد. کاشت درخت رو داشتیم. مابقی پارک ها و فضای سبز محله‌ای که هست انشالله به زودی اجرا خواهد شد. بحث جدول گذاری و زیرسازی رو پیش بینی کردیم. چند تا معابر اصلی که دسترسی عموم بیشتر هست جدول گذاریش انجام بشه و آسفالت منطقه زیباشهر چند معبر رو داریم انشالله. امیدوارم اینهایی که میگید به هر حال حتما مد نظرتون باشه که واقعا نیاز هست این مواردی که اعلام کردید نهایی بشه. در خصوص پارک فجر وضعیتش گویای همه چیز است. اولا که دیوار تخریب شده های شهردار از یک جهت خوب بود، حالا ما صحبت هایی که مردم داشتیم که دید مردم به سمت پارک بهتر میشه، ولی با وجود که نزدیک یک سال تخریب شده اتفاق حالا آنچنان درست درمونی رخ نداده، یعنی اصلاح کارشناسی شده صورت نگرفته و تقریبا میشه گفت به حال خودش رها شده. در این مورد چه توضیح دارید برای ما بدید؟ پارک پش بله در اختیار پیمانکار بود یا مستأجر بود چندین سال، به همین صورت رها شده بود تا اینکه در سنوات گذشته در وسط مدیریت وقت شهرداری مجددا در اختیار شهرداری قرار گرفت. با توجه به وضعیتی که داشت، نارضایتی که داشتن و نیاز بود که عموم مردم از این پارک استفاده بکنن، دیوارش برداشته شد. بحث طراحی مجدد پارک رو داریم، انشالله طراحیش به اتمام برسه. بحث بهسازی، کفسازی و نهایتاً اصلاح فضای سبز و کاشت مجدد انجام خواهد شد. یعنی چقدر زمان میبره آقای شهردار؟ یعنی چشم انداز شما برای اصلاح کلیه مواردی که برای پارک فجر در نظر دارید چشم اندازتون چند ماه است، چند سال است؟ امید داریم در نیمه نخست سال 1401 به بهره‌برداری برسه، عموم مردم ازش استفاده بکنن. یعنی این شما پیش بینیتون اینه که در 6 ماه ابتدایی سال 1401 تقریبا میشه گفت پارک فجر قضیهش دیگه تموم شده است؟ به امید خدا. بعد بحث ترافیک رو هم مطرح کردن. ترافیک توی بعضی از تایم هایی که به هر حال توی شهر بعضی از خیابونا خیلی عجیب غریب شلوغ میشه و وضعیت خیابون ها هم که دیگه گویای همه چیز هست، و چه برنامه‌ای برای اصلاح ترافیک دارید؟ برای اصلاح ترافیک اصلاح هندسی بعضی از تقاطع‌ها و میادین رو داریم. نهایتاً نصب چراغ‌های فرماندهی هست که در چندین تقاطع نصب شده یا اصلاحشون انجام بشه. و بحث پارکینگ‌های عمومی رو داریم که در سطح شهر با کمبود پارکینگ عمومی مواجهیم. در چندین نقطه در بخش بازار، در قسمت بازار چند تا پارکینگ پیش بینی شده با مشارکت بخش خصوصی و جای شلوغ و پرتردد. آقای مهندس خیلی ممنون. یکی از سوالاتی که مردم مطالباتی که داشتن در خصوص منطقه مسکن مهر، منازل سازمانی مسکن مهر هستش که اون قسمت اگه دقت کرده باشید متاسفانه یه تقریبا حدود 1-2 کیلومتر مردم دور فلکه کپات با دور بزنن و یا حتی باید خلاف برن و این یه مقدار هم خطرناکه و همین که عجیب غریبه که چرا تا الان مثلا یه راهکاری برای این مسئله پیدا نشده. یعنی حتما باید شهروندان راننده باید دور بزنن و برن از این بغل یه جب مسیر یک طرف خیابون یک طرف رو هم برن. در این مورد چه تدبیری دارید و مشکلاتی که البته مردم اون منطقه دارن با توجه به حالا نوع ساخت و سازی کجا شده که اون خودش کلی ماجرا هستش و در معرض رودخانه و آب و اینا هم هستش، در این مورد برای ما توضیح بدید زحمت. مسکن مهر هم که قدمت بیش از 15 سالو داره، فاقدمون امکانات و خدمات اولیه شهری بوده. برای اولین بار شهرداری در 2-3 ماه گذشته اقدام به احداث پارک و فضای سبز و نصب وسایل بازی کودکان و روشنایی در اون محل رو انجام داده. یه تفاهم‌نامه منعقد شده بین شهرداری و مسکن و شهرسازی برای اجرای زیرسازی و آسفالت محدوده مسکن مهر. انشالله در سال آینده سال 1401 اجرا خواهد شد. یعنی قطعیه این مسئله؟ یعنی ما در انتهای 1401 اگه عمری باقی بود مجددا دعوت بکنیم این مسئله دیگه
بله انشالله. بحث مسئله ترافیکی و اون اقدام حرکت خلاف جهتی که شهروندان یا اهالی مسکن و مهر تردد میکنن، جلساتی برگزار شده با مسکن و شهرسازی، تدبیری که اتخاذ شده اجرای یه میدان هست در محدوده خود مسکن و مهر، انشالله در سال آینده مناقصش برگزار شده، پیمانکار انتخاب شده، میدان اجرا خواهد شد.